اصل دنیا دا نبود یچ کلا نخوشی بشم ای خدا چند بکستم و بدبخت و چند چار رشم مده تگه حوار بوام و سردم یکیش در بدر قدنم دی روی آسودگی. بسم الله الرحمن الرحیم. نفرین کلمی واحد جانباز 70% شیمیایی متولد 45 در شهرستان سردر زمان جنگ ما تهران زندگی میکردیم. وقتی امام فرمود پشت جبهه خالی نباشه، خب شهر ما جبهه بود دیگه. پدرم به شهر برگشت و مادرم باهاش با اونجا رفت و بعد برادرانم دیگه به سردرش برگشتن به خاطر اینکه شهر به دست دشمن نیفته. من 5 برادر و 2 خواهر بودیم. تو خیابون امیرآباد بود خونمون. بابام بازاری بود که به خاطر جنگ برگشت اونجا. آخرای جنگ بود، مثلا من 2 بود عروسی ازدواج کرده بودم. بعد یک برادرم تقریبا 3-4 سال بود اصلا سردرش نیومده بود، با هواپیما اومده بود ارومیه. حتی ارومیه در بس ماشین گرفته بود به سردرش که زود شهید شد. ما هیچ وقت همه یک جا خونه نبودیم. حالا اون روز دیگه خدا اینجوری خواست که همه، برادرم خانمش بچه به دنیا آورده بود و همه دوره اونا جمع شده بودیم و رفته بودیم. تقریبا نزدیک تموم شدن جنگ هم بود، هیچ کی فکر نمیکرد و اینم خیلی ما را آزار میده. به ما هیچ کی آموزش نداشت که شیمیایی چیه، چجوری محافظت کنیم، چجوری مثلا ما بیشتر خودمون رو آلوده کردیم. مثلا من بیشتر خودم همیشه این شکایت از خودم دارم. من کل خونه آدم و اطرافیانی که مغازه‌دارانی که به حیات ما اومده بودن من خودم آلوده کردم، چون حوض آب پر از آب بود و حیات پر از لباس تبرو بند بود و من اینا رو تون تون کندم و گذاشتم ریختم توی حوض آب و با اونا میادم. خدا که خودم بر نداشتم، گفتم بذار من ببینم ولی داغ اونا رو نبینم. چون خانواده من همه جوان بودم، مادرم 46 سال داشت. روز چیز بود، روز هفته تیر 66 بود، بعد از ظهر بود ساعت منم مهمونی اومده بودم خونه بابا، چون تازه ازدواج کرده بودم. بعد برادرم دوتاشون با خانواده‌شون از تهران برگشته بودن، ولی خب دور هم جمع شدن خیلی قشنگی بود. همون نهار اون روز من نمیدونم چرا یهویی سفره خیلی بزرگی همیشه میانداختیم، چون ما تو خونه تقریبا نزدیک 20 نفر میشدیم همه با هم. یهوی مامانم دستش جلو آورد غذا بکشه، دسته مامانم اینقدر خوشگل بود فوری رومو به اون ور کردم، گفتم خدایا من بمیرم ولی مادرم دستاش چروک نشه، نگوی که 2 دیگه کل خانواده دیدم و تو تنها میمونی و با 2 برادر. همیشه مثل همیشه آب ماها اومدم، مادرم گفت پرمین بیا بیرون از همون، من تو همون بودم. گفتش هاپیماها اومدن، گفتم باشه من الان میام. منم خب دیگه فکر کردم مثل همیشگی که در هر جبهه شکست میخوردن بمباشون رو حتما سردش خالی میکردن، حالا شاید شهرهای دیگه هم خالی کردن ولی من شهر خودم رو میدونم، مگر نه همه مظلوم بودن مزنشینا. بعد دیگه اون روزم فکر کردم همین جوریه. بعد خب گفتم ماما میاد، هی مامان میومد بالا در میزد میگفت پروین امروز اصلا یه چیزی هی دور میزنن رو شهر، بیا پایین زود باش. منم خلاصه از همون که اومدم بیرون یه حوله تنم کردم اتاق همون دمه در اتاق داداش وسطی هم بود، رفتم اونجا. بعد پنجره تا پایین بزرگ بود، رفتن من به اتاق زدن یکی بود، این همه شیشه بزرگ ریخت روم. ولی من هیچ خیلی ترسیدم، برای اولین بار خیلی ترسیدم و هیچ نمیدونستم چی کار کردم. در یک لحظه اومدم تو حیات، دیدم همه حیات ما پر از مردم دیگه. بعد دیگه جار کشیدن گفتن شیمیایی زدن. ما هم که نمی‌دونستیم شیمیایی چیه. بابام کارخانه آجرپزی داشت کنار خونه، همیشه میرفتیم اونجا وقتی فرار میکردیم. دیگه اونجا خونه کوچیک بابا درست کرده بود دیگه. ما برای چیز بیشتر مثلا تا جنگ بود ما همش اونجا بودیم، چون شهر رو هر روز با توپ میزد، چون خیلی نزدیکه 1 راز ما برقرار همو میبینیم. تو روستا همون یعنی با پیاده 20 دقیقه میرسی به اون برای چیز.
ما بالای کو رفتیم، وقتی رسیدیم بالای کو دیدیم خواهرمون همراهمون نیست. بعد مادرم بیقرار بود، گفت شهین کو؟ شهین خیلی میترسیش، همیشه میرفت تو زیر زمین های. بعد داداشم فوری گفت، مامان خیلی که بیقرار بود، داداشم داداش شهید قادر با شهید رحمت گفتن چیزه ماما ناراحت نباش، ما الان میریم شهین رو پیدا میکنیم. رفتن اتفاقا تو یکی زیر زمین یکی از همسایه هامون که گازر خونه ما زده بودن، ولی بیشتر همسایه هامون همشون شهید شدن، هیچ کیشون باقی نمون. اونجا تو هم خونه همسایه‌مون پیداش کرده بود، آوردش گفت اینم شهینت. شهینو که آورد، شهین خیلی حالش خراب بود، بالا می آورد. بعد مامانم هی میگفت هیچی نیست. بعد داداشم یه تانکر آبم بالای کو بود، داداشم رفت کنار تانکر آب بیاره، آب نداشت تانکر آب. بعد داداشم گفت چی ازتون چه پنهان کنم، گاز شیمیایی چیزی نیست که بگی هیچی نیست مادر، فردا این وقت ما هممون جنازه‌ایم. وقتی اینو گفت مادر خیلی ناراحت شد، گریه کرد، گفت یعنی چی؟ تو همین که شهین بیقرار بود و ادریس هم بیقرار شد به سر داداشم قادر، بدنش قرمز شد و همش بیتابی میکرد. بعد تو این حال بابا اومد گفتش به عمو، گفت حسن تو بچه ها رو بردار ببرم آباد، ما فکر میکردیم فقط ما اینجوری هستیم. من و مادرم و بابام سردش موندن، ما رو فرستاد ارومیه محابات دیگه. خلاصه تو راه هر کی میرسید رانندگی میکرد، چون خیلی حال من بد شد. تقریبا هر جایم که میرسیدیم آب تمیز بود، لجن بود، هچی بود، توش دراز میکشیدیم که آتیش گرفته بودیم. به خصوص من که کل بدنم سوخته بود، 85% پوستم سوخته کلا. تا رسیدیم مهابد من همه چی حواسم بود. خواهرم زیر پای من نشست، کنار پای من نشسته خیلی بیقرار بود. ولی وقتی به مهابد رسیدیم، نرسیدیم به مهابد، داداشم قادر به اینجا مزد، گفت پروین، گفتم جانم، گفت من تنها میزنم، تو رو خدایی نگو. بعدی که تا مهابد من دیگه بیوش شدم، رفتم تو کما. بعد از فکر کنم یکی دو ماه از کما در اومدم، بریژیک بودم. واقعا بریژیک خیلی بهم رسیدم. بعد که به ایران برگشتیم، اومدیم خونه، ولی من دستمو میکشیدن قشنگ یادمه. خلاصه دیگه اومدم اینجا، اومدم اول روز اولی چینو گفتن، روز دومم داداشم از اتریش رسید، داداش شهید مصطفی نشست همینجوری با ناخونام بازی میکرد، گفت پروین چیو ازت پنهان کنم، ادریس شهید شده، حمید شهید شده، داداش قادر شهید شده، داداش رحمت شهید شده، صلاح الدین شهید شده. گرفت یه انگوش کم آوردم. بعد که این داداشم اینجوری گفت خیلی حالم بد شد. بعد دیگه وقتی چشام باز کردم بیمارستان لبافی نژاد بودم. درمانمون که داروهام کلا خارجیه، باید خودمون تهیه کنیم، خودم باید تهیه کنم. داروهام خیلی خیلی گرونه، نصفش رو تو آلمان باید پیدا کنم، چون ایران از وقتی که تحریم باید ایران، واقعا اگر تحریم هم میکنن تحریم دارویی نمیکردن. الان من بهم زنگ زدن مثلا این شهیدان، این که برای ما برای ایران هم باید خوب جایگاهی داشته باشن. چطور با هیروشیما رو بمبارانش اتمی کردن؟ من بعد از 51 سال فکر کنم رفتم اونجا، باور کن از مردم و دولت اونجا تعجب. مثلا باور کن بگم هزاران نفر شاید 100,000 نفر بیشتر برای سالگرد بمب اتمی هیروشیما بودن و خیلی هم همدردی میکردن، همه با هم، نه که فقط من که درد کشیدم. 51 سالم گذشته بود، ولی الان مثلا 36 سال سردش بمباران شیمیایی شده و همه میدونن چقدر هم شهید دادیم. و حالا اون جانبازه هم که موندن، اونا خیلی خیلی مثلا وضعشون خرابه، چون ظاهر خیلی سالمی دارن ولی درون در با داغونه. مثلا من الان خانواده 11 شهیدم، پدرم، مادرم، 3 برادر جوانم، 2 پسر برادرم، یه 9 ماهه، یه 5 ساله، خواهرم که میرفت 3 راهنمایی، خلاصه زنم و پسرم و همه با هم اینا همه شهید شدن. و ما تقریبا مردمی فراموش شده هستیم، هیچ جای دنیا به فکر مردم ما نیستن. شاید همه شیمیایی ها اینجوری شما فراموش شده باشن، نه اینکه ما، کل شیمیایی که تو جبهه هم بودن.
این قدردانی که باید از ما بشه، این حقی که باید مثلا من داشت دارو من با خودمون بخریم، اون با چه سختی از امریکا برامون بیاد یا از آلمان برامون بیاد، این حق ما نیست. و این حق ما که الان زنگ زدن از سردش گفتن دیروز، حتی هیچ توجه آنچنانی به اون شهادت اینجا نداشتن، خب اینجا خوبی نیست برای ایران. مثلا دولتایی که این بمب ساختن و اومدن رو مای بعد تو جبهه تو سردش ریختن، اونا چطور از ما حمایت میکنن؟ نمیکنن. حالا چطور ما صدامونو به کجا برسونیم؟ من نیستم، اصلا سردشت هستم. بچه هایی بودن که مثلا خود ما بابا داداشم که شهید شد، بچه 9 روزه داشت، این بچه الان بزرگ شده، صدای ریش به دم در میرسه، ولی هیچ وقت حاضر نیست، حتی با هیچ بیمارستان خیلی سخت میاد، نمیاد. مثلا بچه 2 ساله داریم که خیلی حالش خرابه، 8 ساله، 10 ساله، همه جور جانباز، مثلا سردش مثلا همشون جلوی عزیزانشون هیچ کدوم پرونده بالینه هم ندارن، ولی خب به خاطر وطن بوده. الان واقعا وطن مشکلی بیفته تو وطن، واقعا من که اینجوری به احترامی همه چی رو دیدم، بازم سینم سپره، نمیذارم وطنم به دست دشمن بیفته. حتی شاید بچه هم هم اینجوری تربیت کرده باشم. شهیدای کمی نداریم ما تقریبا نزدیک 1000 جانباز بدون پرونده داریم. بچه ها همه مثل گل پشمارده میشن جلوی عزیزانشون، مادر و پدر ها جلوی بچه هاشون مثل یک شمع آب میشن. گفتنش خیلی آسونه، ولی خدا کنه به سر ما اومده، به سر هیچ حیوان موزی هم نیاد، تو هیچ جنگی هم استفاده نشه. با خدا هنوز نمیدونم که خاک شدن، هنوز فکر میکنم زنده هم برمیگردن. خدا گواهه، به خدا روزی هم بعد روزا بعد این موقع میشینم میگم خدا یکی زنگ بزنه یکیشون باشه یکیشون برگرده، چون من جسد هیچ کدومشون رو ندیدم، فقط رو سفره نهار دیده بشون. این کرونا هم دست کمی از اون نداشت دیگه، این کرونا هم دست کمی از اون نداشت دیگه. شرمنده هم از ایتون کردم، ولی خدا کنه هیچ کی داغدار نباشه. یعنی مثل ما یه آدم سالم، ظاهرا سالم، ولی هر روز مثل یه پرنده از بدن ما تیکه تیکه ها داره پرواز میکنه میره. فقط خودمون میدونیم چی میکشیم، فقط خودمون. شرمنده هم خود چندین بار از خدا خواستم، یعنی خسته شدم گاهی، گفتم خدا من لیاقتش رو نداشتم با اونم برم. حالا شاید من کم لیاقت بودم، مگه نه؟ چرا همه را با خودشون باردن مرا گذاشتن؟ شاید بگن خیلی کمتر از اینم بخوام، ولی فرزندان اونا هستیم ما، باید به فکر این مردم باشن. حالا شیمیایی چی مردم عادی، این مردم واقعا در زجرن، در عذابن، در بدبختین. دیگه بسه، تو رو خدا بسه، تو رو خدا بسه دیگه. بیمارستان اصلی در حوزه ارائه خدمت به جانبازان و حالا مسئولین جنگ هستش. من می‌خواستم اول یک تاریخچه‌ای برامون بگین از بیمارستان و اینکه چه شد که وارد این حوزه شد بیمارستان ساسان. عرض کنم خدمتتون که بیمارستان ساسان از بعد از انقلاب به عنوان یک بیمارستان مشترک بین بنیاد جانبازان قدیم و بخش خصوصی بود. در زمان جنگ به عنوان یکی از مراکز تخلیه مجروحین وارد عرصه خدمت رسانی به برخال مجروحین جنگی بود و به تبع بعد از مجروحیت هم افراد برای پیگیری مسائل درمانشون به اینجا مراجعه میکردن. میدونید که بعد از اقدامات اولیه‌ای که به مجروحین جنگ در استانها و شهرهایی که درگیر جنگ بودن ارائه می شد، برای کارهای بعدی و اساسی ترشون، جراحی های مختلف، کارهای مختلف درمانی که بود، به شهرها و استانهای دیگه ارجاع می شدن مجروحین.
و همکاریش هم به واسطه یه ستاد تخلیه مجروحین بود. به تبع استانهای مختلف، شهرهای مختلف درگیر ماجرا بودن. در تهران غیر از اینکه از برخی از بیمارستان‌ها به درجات مختلف استفاده می‌شد، بیمارستان ساسان که بیمارستان شاهنشاهی قبلی بود و در عین حال بنیاد جانبازان در اون زمان سهامداری که سهامداری عمده این مرکز بود، خب به تبع پزشکایی هم که اینجا کار می‌کردن پزشکای عموما پزشکایی بودن که به هر حال پزشکای شناخته شده ارزشی، خودشون از بچهای جبهه و جنگ بودن و خیلی راغب بودن که سرویس بدن به مجروحین. این فلسفه، بیشترین فلسفه مراجعه به اینجا و بعد هم ادامش. خیلی از پزشکایی هم که در این بیمارستان کار میکردن خودشون پزشکای جبهه و جنگ بودن و بنابراین مواردی رو که اونجا احساس میکردن باید کارهای بعدیش در تهران انجام بشه خود اونا هم ارجاع میدادن به اینجا. هنوز هم پزشکای قدیمی جبهه و جنگ در این بیمارستان خیلیشون حضور دارند. در حال حاضر بیمارستان 200 تخت فعال داره و نزدیک به 300 نفر پزشک با ما همکاری داره، پزشک متخصص و فوق تخصص، و خدمت شما عرضم که 800 نفر پرسنل. ما با روزانه حدوداً 1000 نفر مراجعه کننده سرپایی و ماهیانه چیزی حدود 1200 تا 1400 نفر بستری داریم خدمات درمانی میدیم. مراجعین ما، اگرچه ما شرکت خصوصی هستیم و فعالیت خصوصی داریم، ولی به علت استقبالی که ایثارگرا از این مرکز میکنن ما چیزی حدود بالای 90% از خدماتمون رو داریم به ایثارگرا ارائه میکنیم. فلزا روزانه همین حدود، یعنی حدود مثلا 900 نفر ما ایثارگر، شامل اکثرا هم جانبازان، البته خانواده جانباز و خانواده مرحوم شهدا هم جزوشون هستن، مراجعه این شکلی دارن و ماهیانه حدود 1100 نفر تقریبا تا 1250 نفر گروه هدف در این بیمارستان بستری میشن. چه عوارضی مراجعه میکنن و چه خدماتی بهشون ارائه میشه؟ خدمت شما عرض کنم که جانبازان که به اینجا مراجعه میکنن، اگر بخوام دسته‌بندی کنم، یه سری از جانبازایی هستن که از تهران و شهرهای نزدیک میان. اینا با هر مشکل درمانی روبرو بشن، اول مرکزشون این مرکز که خدمات سرپایی، آزمایشگاهی، بستری، جراحی و امثاله. اما یه سری از جانبازا هستن که در سایر شهرها ساکنن، اونا نیازهای معمولشون در همون شهرها برآورده میشه و برای مشکلات پیچیده درمانی برای تهران به ساسان میان که عموماً جراحی‌های بزرگ تو حوزه جراحی اعصاب، جراحی ارتوپدیک، مشکلات پیچیده قلبی و جانبازان شیمیایی با مشکلات شدید ریوی، اینها مراجعه سراسر کشوری داریم به این مرکز. با چه تعرفه‌هایی این خدمات ارائه میشه و هزینه‌هاشون چقدر میشه؟ من می‌خوام هم بهتر از بنده میدونید که گروه ایثارگر، یعنی جانباز، خانواده مظلوم شهدا، خانواده جانبازان و الاخر، طبق قانون هزینه بابت درمان پرداخت نمی کنند و بودجه های مربوطه در اختیار بنیاد شهید و نیروی مسلح قرار داره که متولی سلامت ایثارگر هستند و این خدمت معمولا در قالب عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی به صورت بیمه فول داره ارائه میشه. پس به تبع ایثارگر بابت خدمت درمانی پولی پرداخت نمیکنه. ما به عنوان یک بیمارستان، بیمارستان خصوصی، با بیمه های مختلف قرارداد داریم و صرف نظر از اینکه این فرد ایثارگر هست یا نه، چون با بیمه قرارداد داریم، فرد میاد اینجا و سرویس درمانی رو میگیره. در مورد ایثارگرا بیمه چون فول هست، بنابراین ما تمام هزینه‌های درمانیمون رو از بیمه میگیریم. البته یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بیمارستان ساسان که متمایز کرده اینجا از تمام مراکز دیگه این است که برخی از خدمات و موضوعات هست که در تعریف خدمات درمانی بیمه نمی‌گنجه و علی‌القاعده این رو معمولا تو
تو گروه های دیگه و توده مردم هم این هزینه رو باید شخص بیمه شده بده. توی ساسان با به هر حال دستوری که ریاست عالی بنیاد دادن و قولی که ما دادیم، اگر احیانا موضوعی وجود داشته باشه که بیمه مترادف نداشته باشه برای پرداختش، ما مثل یک هزینه معمولی خودمون تلقی میکنیم و از بیمه شده هرگز یک ریالی نمیگیریم. برخی جانبازان گلایه دارن از حالا اینکه هزینه رو باید بپردازن، چون که بیمارستان هم که بیمه پرداخت تاخیر داره توی پرداختش و ما چاره نداریم جز اینکه ازشون بپرسیم شما به چه صورت از همکاریتون با بیمه دهی و این مشکل های شما هم داریم؟ ببینید، آنچه مسلمه بیمه دهی هم یه شرکت بیمه است که بایستی با دریافت سرانه‌ای که صورت میگیره با مراکز درمانی مختلف تست حساب کنه. در صورتی که به صورت معمول بنیاد بتونه با دریافت بودجه دولت به موقع به بیمه به موقع پول پرداخت کنه، این گردونه درست میچرخه و کسی ناراضی نخواهد. اما مواردی ممکن است پیش بیاد که بودجه به موقع واصل نشه، به موقع به بیمه داده نشه و بیمه علی القاعده توی موارد با مشکل روبروست. این مشکل به همه جا منتقل میشه، به ما هم میشه. البته رئیس محترم بنیاد تاکید مؤکد داشتن به حقیر که شما صرف نظر از اینکه حالا بیمه چگونه میتواند به موقع یا یه ذره با تاخیر پول شما رو بده، لطفاً ایشون یعنی مؤکدن هیچ خدمت درمانی رو متوقف به این نکنید که حالا پول بیمه به موقع داده یا نداده. فلزات در این روزهایی که الان داریم راجع به حرف میزنیم و این ماها، بله موارد متعددی شده است که بیمه به علت نگرفتن سرانه توان پرداخت هزینه های درمان به مرکز درمانی مثل من نداشته، ولی ما با روش های مختلف و تعامل به هر حال گاهی وقتا هزینه های مختلف تا بدین لحظه یک روز هم نشده و یک ساعت هم نشده و یک خدمت هم نشده که به خاطر نگرفتن به موقع پول از بیمه ما وقفه یا تأخیری داشته باشیم. از بی سالگر هرگز، ما از هی سالگر هرگز بابت هر هیچ موضوع درمانی ریالی نمیگیریم. طبق قانون و طبق دستور وزارت بهداشت هر بیماری که در بیمارستان بستری است تأمین داروی مورد نیازش به عهده مرکز درمانی و تمام بیمارستان هم عموما سهمیه دارویی دارند و داروی مورد نیاز رو بر اساس اون کتابچه فرمولاریشون دارن دریافت میکنن و به مریض میدن. تو این راستا و تو این مسیر بله ما تمام داروهای مورد نیاز ایثارگران رو داریم تأمین میکنیم و هرگز برای هیچ داروی هیچ فردی رو برای تهیهش به بیرون نمیفرستیم. اما در مورد برخی از اقلام دارویی این اختلاف ممکنه پیش بیاد که خود ایثارگر یه برند خاص خارجی بخواد که دارو هم داروی خیلی اساسی نباشه و بیمه نپذیره، توی قوانین نباشه، که در این صورت دارویی که در جنریک ایران هست رو برای بیمار تامین میکنیم. مواقعی مثل بحث کووید که بود، خب دارو بنز کافی اوایل نبود، ما داروی برند معروف اروپایی رو از اروپا تهیه میکردیم و برای ایثارگرا تامین میکردیم. الان هم اخیرا ما برای اینکه بتونیم در بحث تامین داروهای سرپایی بیماران به یقینی برسیم از نظر کیفیت و کمیت، بیمارستان خودش رسما نسبت به تاسیس داروخانه سرپایی اقدام کرده که در چند روز آینده انشاءالله قرارداد ما بیمه ها تکمیل بشه، این داروخانه هم به چرخه خدمت وارد میشه و دیگه بحث سرپایی هم جانبازا مشکلی نخواهند داشت. بعد دکتر این اصلا کمبود یا مشکلی نداره که بحث ذخایر دارویی یا تامین دارویی؟ ما عموما بر اساس سهمیه دارویی و بازار دارویی رسمی کشور معمولا برای 3 تا 6 ماه آیندهمون همیشه دارو داریم و در حال حاضر دارویی که نداشته باشیم و با چالش روبرو بشیم وجود نداره. آقای دکتر، بیمارستان صفاقا خب یکی از مراکز مرجع برای جانبازان هستش که حالا مراجعه میکنن، اما خب ببینم که مردم عادی و بیماران دیگه هم به بیمارستان مراجعه دارن.
و حالا همین موضوع باعث شلوغی بیش از حد بیمارستان گاهی اوقات میشه. گلایه‌ای که وجود داره از سوی برخی از رئیس‌های جانبازان شلوغی بیش از اندازه بیمارستان و نوبت‌دهی‌های طولانی هستش که اتفاق میفته. اولا دلیل این موضوع رو میخوام اینا خودتون قبول دارین و دلیلش چی هستش که آیا میشه اقدامی کرد تمهیدی دارین تا این نوبت‌دهی‌ها به جانبازان کوتاه‌تر بشه تا بتونن خدمات رو دریافت کنن؟ ببینید دقیقا هم کیفیت فضاهامون و هم حجم مراجعات نشون داد که قسمت‌های به خصوص سرپایی ما جوابگوی نیاز نیست. فلزا تو فاز اول ما سعی کردیم کلینیک هامون رو و بخش تصویربرداری و کارهای سرپایی دیگر رو با تأسیس کلینیک و خدمات سرپایی این مشکل رو مرتفع کنیم به حدی. ولی خب میدونید که هم به علت افزایش سن ایثارگران هم به هر حال تشدید زایات، هم اینکه به هر حال به لطف خدا احتمالاً خدمات چون خیلی مطلوب بوده باز به تدریج بر حجم مراجعین اضافه شده و اگرچه ما تقریباً تمام ظرفیتمون رو به ایثارگر اختصاص دادیم ولی بله مواقع پیش میاد که کفایت نمیکنه. به خاطر همین با پیگیری هایی که توی این یکی دو سال گذشته انجام دادیم برای توسعه بیمارستان تری رو مصوب کردیم، بودجه ای رو ریاست بنیاد اختصاص دادند و در آینده نزدیک کلنگ تأسیس ساسان دو رو خواهیم زد با ظرفیت 250 تخت و قول دادیم که انشالله اینو 2.5 ساله بسازیم که تمام قسمت های شلوغ و با کمبود رو بتونیم نیازمون رو مرتفع کنیم.